ریاست محترم کنگره 13 حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، شادباش دارم به مناسبت 13 کنگره شما. امیدم که کنگره پرباری داشته باشید. با یاد بزرگان شما دکتر خسرو اکمل و دکتر داریوش همایون، به حضار محترم عرض سلام دارم، به شنوندگان و مخاطبانی که امروز در این اتاق شاهد به هر حال کوشش های شما هستند هم درود میفرستم. حزب مشروطه ایران در این بیش از 25 سال 26 سال منشأ اثرات بسیار پراهمیتی بود است. برای این جانب که میهمان کنگره 13 شما هستم و به عنوان یک فردی از خانواده جمهوریت خواه که با سابقه جوانی های من از خانواده چپ بودم، برای جوانانی که امروز پیام ما رو میشنوند حداقل حضور نیروهای دیگر از افکار دیگر، دیدگاه های دیگر رو در اینجا شاهد هستند، به یقین نشان این هست که حزب شما واژه لیبرال و دموکرات رو زیبنده حزب شماست. از کوشش هایی که دوستان مشترک این جانب، دوستانی که به هر حال ما در سالیان اخیر با اونها در دورهایی در مشورت و همراهی و یا گاهن در حرکتهایی که در کشورهای در آلمان بود، جناب دکتر نادر زاهدی و سالهای بعد آقای فعاد پاشازی و آقای خسرو بیت‌اللهی، در مشورتهایی که داشتیم همواره برای من به عنوان یک فرد جمهوریت خواه که امروز دیگه از نقاب یا از یک دریچه کوچک گذشته، چه جوانی که حدود 5 دهه پیش جز خانواده چپ بودم که میگه احوال مرا عبرت مردم سازید، و نه اون گونه که امروز روی امر جمهوریت بخواهم تاکید ویژه‌ای داشته باشم، بلکه همواره روی تلاش مشترک سه خانواده بزرگ مشروط خواه، جمهوریت خواه و نیروهای عدالت خواه تأکید دارم. سخنانی رو کوشش می کنم با صراحت و شفافیت بیشتری با شما در میان بذارم و هدف این هست که این همپرسی و این همرأیی در واقع بتونه نیرویی رو ایجاد بکنه که قطعاً مطمع نظر رهبران شما و دوستان فعال شما هسته. کار بر من دشوار هست، چون نکاتی رو که خواستم در طرح من بود به خاطر اینکه تکرار نشه عزیزان دیگری در امر ایرانگرایی به اون پرداختند، برای من گفتن نکاتی میمونه که به هر حال از اون زاویه گفته نشد. نکته مهم، بسیار مهم من اینه که من واژه انتخاب واژه ایرانگرایی رو که انتخابی است هوشمندانه، بسیار در این دوره در این چرخش بزرگ تاریخی حائز اهمیت میدونم. به یقین مدیریت حزب شما بانوی مبارز خانم هایده توکلی و یاران شما در گزینش این واژه نقش بسیار بسیار کلیدی بازی کردن. واژه ایرانگرایی امروز واژه مهمی است در دورانی که ما در یک چرخش بزرگ تاریخی هستیم، در دورانی که کوشش میکنیم که این دگرگونی رو به یک حرکت رستاخیزی و به یک حرکت بزرگ ملی تبدیل کنیم، در دورانی که همه ما دنبال این هستیم که گفتمان آینده آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کشورمون رو پربارتر کنیم، و در دورانی که شکست اسلام، اسلامگرایی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه،
ارتجای جهل و خون و جنایت در واقع آخرین روزهای خودش رو رقم میزنه، در چنین دورانی چه چیزی قادر هست که این خلای گفتمانی رو پر بکنه؟ به یقین ایرانگرایی همراه با ملتگرایی، همراه با نگاه ها و دیدگاه های عدالت و داد میتونه این جایگاه رو و این خلا رو پر بکنه برای ما. اما خود ایرانگرایی چیست؟ امروز ما به کدوم ایرانگرایی؟ آیا ما در دورانی هستیم که در دوران پهلوی اول، در دوران رضاشاه کبیر هستیم که یاران رضاشاه از نگاه در واقع اون نگاه که هنوز ملتی شکل نیافته بود، دورانی که در واقع ایرانگرایی وظایف رسالت اون دوره خودش رو که برای ایجاد یک ملت مدرن، ایجاد برقراری امنیت، تجدد و نوسازی هایی که در 50 سال پس از آغاز قرن 13 خورشیدی صورت گرفت، آیا اون وظایف پیش روی ماست؟ یقینا نه. آیا وظایف، آیا ایرانگرایی که امروز روش تاکید میکنیم با عرض معذرت از سخنگوی بسیار بسیار غنی و سخنهای بسیار غنی که جناب آقای نامدار بقایی فرمودند، آیا اوتوپیای ایران شهری که بسیار بسیار نظریه سیاسی دیرین ما بود، آیا این اوتوپیایی که جواد طباطبایی و دیگرانی ازش صحبت میکنن میتونه با کمک بکنه؟ آیا ایرانگرایی آمرانه و از بالا امروز چاره راه ایرانیان هست؟ آیا این دروغ بزرگ ایرانگرایی اسلامی که خاتمی و حتی فیلسوف به اصطلاح بزرگ ما داریوش شایگان که از تمدن سوچی شیعی اسلامی، باستانگرایی یا تمدن ایرانی و تمدن اسلامی صحبت می کرد و سالها مردم رو منتر کرده بود، آیا این دروغهای بزرگ امروز میتونه اون نگاهی که از تمدن اسلامی و باستانگرایی به اون رو مزه اون کرده بودن ولی مغلوب تمدن شیعه اسلامی کرده بودن و به نام فیلسوف و هایدگر و فردید و دیگران 2 دهه 3 دهه به مردم فروختن و دنبال تمدن گفتگوی تمدن ها بودند، چاره راه ما هست؟ آیا ایرانگرایی کنزرواتیو و محافظه کارانه و بدور از ملتگرایی و بدور از دموکراتیزم سیاسی وچی که مغلوب بود در دوران همه نوسازی های بسیار پر اهمیت 2 شاه پهلوی، نوسازی هایی که ایران رو به قول جناب آقای امیر طاهری به درستی فرمودند، گفتند که با انقلاب ارتجایی 57 این فرایند ملت دولت در ایران سقوط کرد، اما یکی از در ذات اون ایرانگرایی ما این ضعف ها وجود نداشت که از دموکراتیزم سیاسی و ملتگرایی به دور بود. آیا امروز هم می خواهیم ایرانگرایی رو دنبال بکنیم، پی بگیریم که از ملتگرایی در ارتباط با اون، در تعادل با ملتگرایی، در تعادل با خواسته های داد عدالت اجتماعی که سال هاست که در جامعه ما بیش از 75% که همکار محترم من جناب آقای حسن منصور، دکتر حسن منصور اشاره فرمودن به نکات اقتصادی ویژه و مهم، آیا امروز بدون این 75% قشتهای فلاکت زده و فقیر جامعه ایران، ایرانگرایی و ملتگرایی میتونه به خواسته های جوانان ما پاسخ بگه؟ قطعا نه. پس ما دنبال چه نوع ایرانگرایی هستیم؟ آیا امروز رجعت و بازگشت به گذشتگان ما، به فردوسی بزرگ ما، به آرشی که تنها تیر پرداخت کرد، به سهرابی که در آغوش جهان پهلوان رستم جان داد زیر تیغ او، که تراژدی کشتن پسر به دست پدر، که سیاوش در غربت جان داد، آیا رجوع به اینها، این همهالسه ها و اسطوره ها به تنهایی علی رغم اهمیت و بار
و مخازن بزرگ انرژی که در دل این اسطوره ها و حماسه ها هست، آیا اینها بدون پرداختن و شناخت بسیار دقیق به مسائل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما قادر هست و به چه میزان انرژی به ما پمپ خواهد کرد؟ بنابراین تمامی این پرسش ها رو در این دو سه دهه اخیر کسانی که با ایرانگرایی، تئوری ایرانیت، ناسیونالیسم ایرانی، پان ایرانیزم و تئوری های مربوط به ایرانگرایی بودند، نام هایی از نوع از شمار علی اصغر شیرازی، عباس ولی، چنگیز پهلوان و بسیاری های دیگر در این دو سه دهه اخیر جواد طباطبایی به این مقولات پرداختند. بجاست که جوانان ما به جای اینکه با وارد به اوتوپیاهای مختلف نشوند، طبعا حزب شما که با هوشمندی این واژه رو که با هوشمندی تاکید میکنم این واژه رو انتخاب کرد، این مباحث رو در واقع کلید این مباحث رو زد و یا کلیک کرد تا در فضای اطلاعاتی و انفرماتیو امروز ایران شما عزیزان، شما بزرگواران که مخزنی از فکر و اندیشه هستید، به درستی امروز مهمانهای دیگر تاکید کردند و این جانب هم به این توانایی های شما قدر میگذارم. قطعا شما با شروع کارتون این مفاهیم رو گفتید، ولی اجازه میخوام یه چند دقیقه پایانی رو به نکات مهمی بپردازم. ما بدون خانم مهسازاده کاظمزاده فرشی، ما بدون کوشش در راه هماهنگی، همکاری، همدلی و یگانگی ایرانیان و بدون همگامی سه خانواده بزرگ سیاسی، سه نهله بزرگ سیاسی، یعنی مشروط خواهانی که به قانون در واقع اعتقاد دارند، جمهوری خواهانی که آزادی و دموکراسی رو، نه جمهوری خواهانی از نوع کسانی که یا ایران رو میخوان تجزیه بکنند یا میخوان به جنایت در واقع جمهوری خواهی رژیم جمهوری اسلامی باز هم لابیگری اونها رو داشته باشند، نه از این نوع جمهوری خواهان، و چپهایی که آزادی خواه هستند و از نفرت دور شدند. امروز بدون پیوند محمد رضا شاه پهلوی و دکتر محمد مصدق، بدون زدایش نفرت ها، بدون همکاری چپ آزادی خواه با این دو جبهه، ما نمیتونیم دنبال در واقع ایرانگرایی، ملتگرایی و تئوری های داد و خواسته های مردم ایران باشیم. ما باید از این گفتمانی در واقع حمایت کنیم که همه این وجوه رو، ایرانگرایی رو، در تعادل و در پیوند نزدیک با ملتگرایی، پیوند نزدیک با تئوری های داد و خواسته های 75% ملت ایران، در پیوند با اونها در واقع نگاه بکنیم. ما امروز باید ایرانگرایی رو در سه سطح فرابلی، ما نمیتوانیم همراه با ایرانگرایی پان ترکیزم، پان عربیزم، پان اسلامیزم و پان ایرانیزمی را که در واقع با صلح و همزیستی نیست مبشر و مبلغ اون باشیم. قطعا نگاه ما به ایرانگرایی و یا به پان ایرانیزم و هر گونه تئوری های به این گونه حتما با صلح و همزیستی همراه است در سطح فراملی. در سطح ملی همون گونه که عرض کردم، در تعادل با ملتگرایی و تئوری های و نظریات دادخواهی و عدالت اجتماعی در سطح ملی همراه است و با هوشمندی. و در سطح فرو ملی ما باید از هر گونه ایران گریزی، تجزیه ایران، همه نظراتی که امروز به انهای گوناگون تحت شعارهای گوناگون دهن پرکن در واقع ایران ستیزی و ایران گریزی، تئوری های حاشیه و سانتر، مرکز و حاشیه که میخواهند ایران ما را تجزیه بکنند، باید هوشمندانه در مقابل اونها بایستیم. به عنوان کسی که 50 سال پیش یک جوان چپگرا بودم و سال هاست که و همواره به عنوان یک گیلک، اول به عنوان یک ایرانی و سپس به عنوان یک گیلک، تأکید میکنم که همه اجزای واحدهای ملی ایران عزیز ما باید با هم دیگر باشند. آرزو میکنم که در پایان کلام من
برای شما کنگره پرباری آرزو می کنم و آرزو دارم که روزی محمد رضا شاه پهلوی از مسجد الرفاوی به ایران رجعت نماید. دکتر محمد مصدق به ابن بابوی، هیچ کس متعرض آرامگاه رضا شاه کبیر نشود. دکتر شاپور و اختیار نگاهش و دیدگاهش برای ایران آینده مفید واقع بشه و شیخ فضل الله نوری خمینی و خامنه‌ای به غار تاریخ برگشت داده بشوند. سپاس از شما که این اجازه رو به این جانب دادید.